بودجه موضوعیه که همیشه سرش دعواست و همه معتقدن اگه اصلاح نشه مشکلات کشور همچنان باقی میمونه. اما چرا اینقدر بودجه مهمه و همه مشکلات رو به اون نسبت میدن؟ توی کشور مسائل مختلفی وجود داره که حل بخشی از اونها وظیفه دولته. تأمین نظم و امنیت، ارائه خدمات آموزشی در مقاطع مختلف، ارائه خدمات بهداشتی و درمان، ساخت سدها و راهها و سدها موضوع دیگه. با وجود این مسائل نامحدود، منابع دولت برای رفع اونا محدوده. این اساسی ترین مسئله بودجه است، یعنی تصمیم گیری در مورد منابع محدود. اما چه بودجه‌ای خوبه و خوب و بدش چه تأثیری توی جامعه داره؟ قبل از اینکه به جواب این سوال برسیم، جالبه که بدونید بودجه انواع مختلفی داره. بودجه سرکاری، بودجه بی برنامه، بودجه روزمره و بودجه خونسا. تنها انواعی از بودجه ها هستند. بودجه سرکاری بودجه‌ایه که دخل و خرج رو به طور دقیق مشخص نمی‌کنه و میان آنچه مصوب شده و آنچه اجرا شده فاصله شدیدی وجود داره. در حالی که بودجه بی برنامه بودجه‌ایه که برنامه ریزی مالی درستی انجام نمیده و بین اهداف مشخص شده و ارقام بودجه‌ای ارتباط مشخصی وجود نداره. وقتی بودجه سیاستگذاری اقتصادی خاصی در جهت چرخه‌های رکود و رونق اقتصادی انجام نمیده و هنگام تورم و رکود نمیتونه بحران رو کنترل کنه، تبدیل به بودجه روزمره میشه و هنگامی که بودجه در ارتباط با انجام وظایف حاکمیتی یا سیاسی چندان مؤثر نیست، به عنوان بودجه خونسا شناخته میشه. با همه این مقدمات میشه گفت چیزهایی که یک بودجه خوب رو از انواع دیگه بودجه ها جدا میکنه چند تا شاخص مهمه. اول، دقت. این معیار نمیذاره بودجه تبدیل به بودجه سرکاری بشه و درآمدها و هزینه ها رو با دقت محاسبه میکنه. دوم، تدبیر، که باعث میشه بودجه بی برنامه نشه و اهداف قابل ردیابی داشته باشه. سوم، سیاست، که به معنی روزمره نبودن بودجه است. چهارم، اولویت، که مانع از خونسا شدن بودجه میشه و نشون میده که اولویت‌های حکومت و دولت چیه. تجربه دولت‌های دیگه دنیا نشون میده که نبود بودجه خوب چه تبعاتی میتونه داشته باشه. بودجه‌ای که کسری بالایی داشته باشه و غیر واقعی بسته بشه، دست آخر باعث میشه که دولت دستش رو توی جیب بانک مرکزی که جیب همه مردمه کنه و از جیب همه مردم کسری بودجه‌اش رو جبران کنه. یا اگر منابع بودجه از درآمدهای پایدار مثل مالیات نباشه، باعث میشه کشور به دلیل وابستگی به منابع غیر پایدار مثل نفت دچار بحران و تلاطم میشه. کشور ما سالها این نوع بودجه نویسی رو تجربه کرده. این تجربیات داخلی در کنار تجربه های کشورهای دیگر در زمینه تبعات اشتباهات بودجه‌ای میتواند هشداری جدی برای تنظیم بودجه در کشورمون باشد.